سلام دوستان، خب تو اینجا میخوایم در خصوص تابع آفست صحبت کنیم با هم دیگه. قبل اینکه وارد تابع آفست بشیم، بذارین یه توضیح کلی بهش در مورد این تابع بدم. این تابع یک مقدار یا یک رنج رو برمیگردونه، خب مقادیر مربوط به یک رنج رو. یعنی چی؟ یعنی فرض میکنه کجا میخواین شروع بکنین. مثلا از گوشه این بالا میگه میخواییم شروع بکنیم، و به این تابع میگیم که آقا از این گوشی که شروع میکنی مثلا یکی بیا پایین، دو تا برو اون و یه چنین جایی رو بگیر، یا نه مثلا از اینجا شروع کن، یکی بیا این و دو تا بیا پایین، یه چنین رنجی رو بگیر. خب حالا این یه چنین رنجی میتونه یه سلول باشه، یه چنین رنجی باشه، یه چنین رنجی باشه، یا یه چنین رنجی باشه. خب خیلی تابع کاربردی هستش واسه مواردی که میخوایم یک ناحیه‌ای رو بسازیم. خب من الان اینجا توی این ویدیو دو تا مثال واسهتون میزنم. یه مثالش این هستش که من از تابع آفست استفاده میکنم تا مقادیر مربوط به یک شخص رو با ورود مثلا نام کوچیک برگردونم، و یه در واقع فقط از طریق آفست میام یه سلول رو برمیگردونم. مثال بعدی هم میام از طریق مثلا آفست یه رنج رو میگیرم، این رنج دیگه خودکاره. خب یه رنج رو میگیرم و سامیشنش رو به دست میارم، مجموعش رو به دست میارم. ببینید نیومدم تو سامیشن مستقیم اینجا رنج رو بگیرم، رنج رو ساختم اینجا از طریق آفست. خب بیایم آفست رو با هم دیگه ببینیم. اولین چیزی که میخوایم تو آفست انجام بدیم، قبل اینکه واردش بشیم، اینهایی که اینجا نوشتم از طریق مچ هستش. من اومدم شماره سطر و شماره ستون مربوط مثلا به فامیلی نیم و شماره سطر مربوط به یاسی رو مثلا پیدا کردم. خب مثلا اینجا یاسی میدونم که شماره سطرش 4 و ستون 2 واسه فامیلی نیمه. اگر اینجا مثلا بنویسم آرش، میبینی که شماره سطر 3، ولی خب ستون ها ثابت هم میشه. خب میخوام اسم خانوادگی آرش رو برگردونم، چیکار باید بکنم؟ اول از تابع آفست استفاده میکنم. برفرض اینجا وقتی که دارین از تابع آفست استفاده میکنین، ورودی اولتون میگه رفرنس هم کجا باشه، مرجع من کجا باشه. یه دونه سلول کافیه واسه اینجا. مثلا میگه آقا اول تیبل من کجاست، جدول من کجاست. اول جدول باید تو قسمت چپ بالاترین قسمت باشه، مثل اینجا. حالا میتونه جدولتون از هر جای شروع شده باشه، مثلا از اینجا شروع شده باشه، بالاترین قسمت چپ رو میتونی اینجا انتخاب کنی. پس رفرنس اولین سلولی هست که من بر اساس اون میخوام محاسبات جدولیم رو انجام بدم، حرکت هام رو انجام بدم، که میشه بالا دست چپ رفرنس من. خب دومین متغیر میگه تعداد سطرهایی که میخوای بیای پایین تر از این مرجعت و شروع بکنی به رنجگیری رو واسه من مشخص کن. یعنی چی؟ یعنی میخوای چه تعداد سطر بیای پایین نسبت به این رفرنست، و اولین سلولی که میخوای بگیری بر اساس اون کدوم میشه. خب تعداد این سطر میخوام بیام پایین دیگه، یعنی من آرش رو پیدا کردم به تعداد سطرهایی که به آرش برسه، درسته؟ فقط باید یه چیزی رو توجه کنه، خودش رو دیگه نمیشماره، یعنی آ1 رو نمیشماره. میاد اینجا میگه سطر 1، سطر 2 و سطر 3. پس در واقع داره 4 رو واسه من برمیاره. پس یه دونه منهای 1 لازم دارم، یه دونه کمتر، چون اینجا دارم بیشتر میشمارم. برای ستونم همینطور. برای ستون میاد میگه خب من نسبت به این مرجع چند تا ستون برم اونورتر؟ گفتم 2 تا اینجا. خب دو رو قبلا از طریق مچ پیدا کردم. فقط اینجا مچی که داره به من 2 میگردونه، اینجا میگه آقا من از رفرنس دارم میشمارم، خود رفرنس رو نمیشمارم و میشه اینجا 1 2، در واقع 3 رو داره برمیاره، پس منهای 1 میکنم اینجا. حالا اندازه ارتفاع و اندازه عرض رو تو مثال بعدی بهتون میگم. فقط همین سه تا ورودی رو الان داشته باشین، چون اینا آپشنالن دیگه، یعنی من این دوتا رو باید حتما وارد کنم، ولی اینا آپشنال. اگر چیزی وارد نکنم یه دونه سلول به من برمیگرده، مقدار یک سلول رو که اوکی میکنم، میبینین که خسروی رو واسه من برگردوند. خب پس من چیکار کردم؟ اومدم گفتم آقا این سطر و ستونی که اینجا از طریق مچ پیدا کرده بودی، حالا میتونم اینجا به جای کاسه بذارم مچ، این فرموله رو جایگذاری کنم دیگه، ولی بخاطر اینکه خلاصه تر بشه من فرموله رو اینجا گذاشتم. خب اومده گفته آقا از آ1 شروع کن،
به اندازه کاسه منهای یک بیا پایین. کاسه منهای یک میشه چی؟ میشه 3. منهای یک میشه 2. به اندازه 2 تا بیا پایین. این میشه 1، این میشه 2. و کالمش یعنی به اندازه 2 تا که H2 1 هستش بیا سمت راست، به اندازه کالم حرکت کن، به اندازه ستون، که میشه 2 منهای 1 1 که خودشو نمیشماره و 1 میاد اینورتر و در واقع سلول بسه رو به من برمیگرده. خب من اینو دیگه درگ کردم واسه بقیه رفتم جلو. فقط کاری که باید بکنین که اینو به دلار تبدیل کنین، اینم باید دلار بشه، این دیگه باید حرکت کنه ستونه و فقط کافیه که درگ کنیم بیاد تا اینجا تا مقادیر رو بهتون برگردونم. خب برای سامیشن چیکار کردم؟ برای سامیشن حالا فرض کنیم من اینجا سامیشن نمیشم، بیاین اوریج سنها رو بگیریم، مساوی اوریج میذارم. این خیلی به درد جایی میخوری که من میخوام یک ناحیه یا منطقه ای رو به صورت خودکار بسازم، نیام سلکت بکنم بگم فقط این ناحیه، ناحیه رو بتونه تغییر پیدا بکنه از طریق آفست. خب من میخوام الان توی اوریج یک ناحیه رو بهش بدم دیگه، یک دامنه رو بهش بدم دیگه، میام مینویسم آفست. الان از طریق آفست من میخوام یک ناحیه بسازم. دفعه قبلی فقط یه دونه سلول گرفتم، رفرنس من همون A1 میشه. حالا چون میخوام رنج ایج رو بسازم، بعد بگم چند تا سطر بیاد پایین تر، از سطر چند شروع بکنه رنج سازی من، یعنی از سطر چند دامنه یا ناحیه من رو بسازه، که من میخوام از سطر دوم این کار رو بکنه دیگه، یعنی یه دونه از ایج باید بیاد پایین تر چون از دو میخوام شروع بکنه. خود ایج یعنی A1 رو نمیشماره، یه دونه از یک میاد پایین تر که میشه 2. و حالا چند تا ستون بری این ورتر، ناکنه از A1 دارم میرم دیگه، یه ستون دو ستون باید بیاد این ورتر. حالا فرض کنیم مثلا من اینجا قبلش بیام بگم شما اسم ستون رو انتخاب کن تا میانگینش رو بدم. فرض کنین ایج دارم اینجا، سن رو دارم، وزن رو دارم، قد رو دارم و هر کدوم که یوزر انتخاب کرد، کاربر انتخاب کرد، میخوام میانگینش رو بدم. بس اون برای اون کار باید از تابع مچ استفاده کنم، مثل چیزی که اینجا دارم. خب تابع مچ میام شماره ستون رو پیدا میکنم بر اساس چیزی که یوزر وارد کرده و بعد یه دونه ازش باید کم کنم. چرا یکی باید ازش کم کنم؟ به خاطر اینکه خود این رو نمیشموره دیگه، میاد میگه 1 2 که اینجا الان 3 هستش، ستون سوم رو پیدا کرده دیگه، یه دونه کمتر باید کنم. حالا میام میگم که آقا ارتفاعش چقدر باید باشه؟ یعنی چی ارتفاعش چقدر باید باشه؟ یعنی از اینجایی که الان پیدا کردی، یعنی یه سلوله، چقدر رنجم بیاد پایینتر و سلکت بشه، گرفته بشه توی رنجم بیاد، که میگم 6 تا باید بیاد پایینتر. خودشو بگیر اینجا، 32 رو بگیر میشه 1، ارتفاعش میشه 1 2 3 4 5 و 6. پس اینجا میتونم 6 رو بذارم. یه طریقش اینه که عدد ثابت بذارم، ولی خب چون دارم رنجم میسازم، در واقع عدد ثابت خیلی وقتا به کار من نمیادش و کانت میکنم. خب که حالا تو بعدی میبینه. حالا وید چیه؟ میگه آقا از اینجا چقدر برم این ورتر؟ این واسه زمانی هستش که من بخوام یه چند تا در واقع سطر و ستون رو با هم بگیرم، انگار یه جدول بسازم. خب اما چون الان فقط یه ستون رو میخوام، پس وید ندارم، نمیگم سمت راست چند تا ارزی بره این ورتر، خب چیزی رو نمیگم. پس اینو کافیه خالی بذارید، وقتی که اوکی بکنین میبینین میانگین رو واسه تون گرفت. خب واسه این که در واقع از عدد 6 استفاده نکنیم و بگیم که آقا به صورت خودکار آخرین سطر رو پیدا بکنه واسه این که اوریج من رو بگیره، میتونیم اینجا به جای هایت از کانت ای استفاده بکنیم یا کانت استفاده کنیم و این قسمت رو کانت کنیم که تعداد در واقع سلول هایی که پر هست رو بشماره، که یکی هم باید ازش کم بکنیم که میشه همون 6ی که داشتیم و بعد اوکی کنیم. میدونم که میتونستیم همونجا معمول اوریج اینو بزنیم و در واقع میانگینش رو بگیره، ولی میخواستیم اینو نشون بدیم که آفست داره الان یه رنج واسه ما درست میکنه، داره این قسمت رو درست میکنه واسه ما، یعنی این ناحیه رو درست میکنه. خیلی جا ما لازم داریم این ناحیه رو داشته باشیم، مثلا مچ رو فقط تو این قسمت بخوایم انجام بدیم. از یه جای رفتیم مثلا اینجا یاسی رو پیدا کردیم، یه بار یه یاسی دیگه هم داریم،
حالا من میخوام از اینجا به بعد دوباره سرچ کنم و یاسی رو پیدا کنم از طریق ویلوکاپ یا هر چیزی که دارم. خب ممنونم از توجهی که داشتین. این تابع آفست بود، یکی از کاربردی ترین تابعهای اکسل هستش، مخصوصا واسه اینکه رنج رو بسازیم و خیلی وقتا ما از طریق آفست میتونیم ناحیه‌های در واقع متغیر رو ایجاد بکنیم. ممنون از شما، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.